عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم چینل جاغوریستار. امیدوار هستم هر جایی که هستین از گزند روزگار در امان باشین و زندگی خوب و خوشی را در کنار خانواده های محترمتان سپری کنین. دوستای عزیز، قسمی که در تصویر مشاهده میکنیم، ما امروز در مکتب لومان آمدیم و قرار است که یک ساختمان نو برای مکتب لومان درست شود و خواستم که همراه انجینیر اجرایی که مسئولیت پیشبرد کار مکتب به عهده دارند مصاحبه داشته باشیم، ولی متاسفانه ایشان اینجا نیافتیم. نگرفتیم فعلا در کنار محترم آقای رسولی، یکی از بزرگان منطقه لومان، یک آدم بسیار سرشناس، یک آدم بسیار خیرخواه منطقه لومان قرار داریم و خواستم که جزئیات هم مکتب کهنه هم مکتب جدیدی که در حال ساخت است از ایشان جویا شویم. آقای رسولی صاحب، ممنون از اینکه وقت گذاشتین. دیگه سلام و عرض ادب هم دارم خدمت شما. لطف کنیم با بینندگان یک سلام و عرض ادب داشته باشین. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. امیدوارم این مرض مهلک وبا یا کرونا در سرتاسر جهان محو و نابود گردد. سلام سمانه خود را خدمت همه هموطنان عزیز تقدیم می دارم. بعد زنده باشین آقای رسولی صاحب. ما خوب اینجا آمدیم که همراه انجینیر را صحبت داشته باشیم، ولی ایشان اینجا تشریف نداشتن. شما حتما در جریان کارا هستین، از نزدیک کارا را نظارت مونین و جزئیات برای شما معلوم است. این تدقیق گفتم میتونین که کار از چه وقت شروع شده و تا چه مرحله رسیده؟ کاری مکتب جدید از ششم حمل 99 شروع شد که اینجا همه برادران لومان یک تعداد محدود، البته راجع به مسئله کرونا یک تعداد محدود جمع شده، نمیده که افتتاح مقدماتی کردن. که همه مردم گفت افتتاح آخری بخیره که تکمیل شوه انشاءالله. تا فعلا بسیار کار به خوبی و تلاش پیش رفته که فعلا علم سقف بندیه. خب این دقیق از طرف دولت بودجهش تامین میشه؟ ارفاع آگاهی دارین دیگه. بودجهش از طرف دولت صاحب محترم یک بار در 85 عریضه دادی، از طریق ولایت یک مرتبه یک لک 66,000 دلار بودجه زی مکتب تاسیس شد. بعد او رفت، نمیفهمم به اصطلاح یک دو اصطلاح در افغانستان جایزه، یک اصطلاح حیف میل، یک اصطلاح گم. دیگه فکر کنم که او گم شد. بعد از یک مدت ما تلاش کردیم، چند مرتبه رفتم خدمت آقای سجادی، ایشان لطف کردن، کوچک نوازی کردن. خب بالاخره دیگه وکیلا که ما رفتم گفت که انشاءالله وعده میداد. باری آخر که ما خدمت آقای سجادی رفتی که دیگه رو لفظ میده، ما قول و تعهد میدیم مکتب برشم جور کن. از ایشان تشکر. دیگه یعنی یک و نیم سال طول کشید تا در پلان گرفته شد، تا بودجهش قرارداتی رفت در شرکت. این سال به حمدالله در سال 1399 شش حمل این کارزی شروع شد. دیگه بانی محترم ازمو آقای سجادیه. مهربانی سر. این دقیق معلوم است در قرارداد ذکر شده که تا چی وقت باید کار خاتمه پیدا کنه؟ قرارداد اگرش پیشمو معلومات نیه، ولی از انجینیر سوال کردیم، باید از ظرف 6 ماه تکمیل شوه. درسته. آره. خب جزئیاتش در شما معلوم است که این ساختمان دارای چند سینف خواهد باشه؟ آیا یک طبقه است یا دو طبقه خواهد باشه؟ دو طبقه است. فکر کنم ما کش پرسان تا حالا که نشه تا دسترس از ما قرار نگرفته، گفت که 5 در زیر 6 در بالا، که نه متوسطه میشه و نه لیسه. خب به هر صورت فعلا کم کم مشکلات از ما مرفوع میشه. آیا دیوار حیاتش هم مشخص هست که در ادامه از این کار باید کار شود یا نه هنوز معلوم نیست؟ نه، اویش فعلا در پلان گرفته نشده. باز مو درخواستی رو باز خدمت آقای سجادی تقدیم کردیم انشاءالله که بعد چند وقت شاید به جواب از مو لبای خواد گفت. یعنی هنوز دیگه کارش مشخص نیست؟ بودجه برش اختصاص نه نه کارش بسیار. آیا رسولی صاحب از مکتب قدیمه، از مکتبی که فعلا در تصویر دوستان میبینن، از این دست تاریخی از اطلاعات کافی در اختیار شما هست؟ بله. تأسیس شد دیگه چطور بوده فعالیتاش در دوره که فعالیت داشته؟ بله، من خودم شخصا متولد 1328 هستم. در 1342
1341 او زمان سندی معارف را به افت تقریبا تخصیص نمیداد که افت و پنج پونزده هم بودیم میگرفت. من چند ساله 11 ساله بودم 12 ساله. یک مکتبی ابتدایی در لومان شروع شد، فصل خزان بود، لیست گرفتن در بسته هزار خانه لومان 23 نفر جدید شمول پیدا شد. او زمان مکتب که بود صاحب محترم ایت دو طلبانه نبود، تحمیلی بود، یعنی جبری باید تحمیلی بود. او کسایی که زور داشت بچهش مکتب بچه مکتب معارف شامل نمیکنه. و بعضی تبلیغات ها بودن که برادر جان عزیز او یک تاریخ دیگه است که باز انشالله امرایش صحبت نم، او رو بنام اسکول یاد میکن بچه فلانی که در شامل اسکول شده دیگه او از مسلمانی خارج شده. مرا گرفت در 1341 در معارف به اصطلاح فعلی یا به اصطلاح او زمان اسکول. اگه آخون داشتی آمد خبر شد گفت دیگه ما خانستو دیگه نه نوبت مخروم نه ایش مسئله، تو دو اسکول رفته منحرف شده از دین. بعد زمستان پدرم تلاش کرد یک پیبروغن بخیر او را رشوت داد، بهار ما را از معارف خلاص کرد. بسیار با استقبال گرمی آخون سلمان قرار گرفتیم، حالا بیاد آغوش اسلام. بعد مکتب لومان، مکتب ابتدایی 1342 در بازار لومان بود، چهار دانه دکانی مخروبه بود، اونم رو جمع کرد صاحب. بعدا در 1348 ارتقا پیدا کرد. در جای فعلی که ما و شما نشسته 1348 از طریق دولت به طور خامه دیگه، فعلا هم معلوم بود، طور خامه دروش شد. تا اینکه 1700 آمد و بعد از صاحب جنگ و جدل و چیزا تعطیل شد، مکتب مدتی 26 سال مکتب تعطیل شد. این ساختمان صاحب توسط جنگای داخلی راکت و آوان تخریب شد. بعد از 67 فکر کنم مردم کم کم عادی شد، خود جمع شدن نیره تعمیر کردن، بازسازی کردن. آقای حلیمی خدا رحمت کنه، سرانوال حلیمی کمک کرد مکتب را سرپایش کن، یک مقدار محدود کتاب از غزنی روان کرد. همینجی تا وقت هم بچه ها را تقریبا تحمیلی می آوردی، این تشویقی که فعلا نه آن کم کم روی پایش بود تا دوره اداره موقت. اداره موقت یک مرتبه یک زمینه برای مردم لومان بسیار فضای خوب پیدا شد، دو طلبان حاضر شدن دیگه که بحمدالله از 81 فکر کنم فارغ شروع کرد دیگه تفیل نه امزی مکتبی کنه لومان. بحمدالله لومان تعداد 600 نفر محصل در کابل داره. دیگر صاحب محترم یعنی دو سال ما خدمت آقای سجادی رفت آمد، این کم سال بحمدالله تعمیر نوام جور شد و صاحب محترم تقریبا یک مقدار مشکلاتی سنوفی درسی شاگردان مرفع میشه صاحب. او مکتب بالایی سابقهش طرف شرق در 1372 توسط محترمه دکتر سیما سمر مکتب نسوان او شروع صاحب اون ابتدایی بود تا زمان آقای 72 شروع شد ابتدایی و از زمان آقای کرزی او لیسه شد صاحب. از 86 به بعد صاحب محترم اون به فارغ دادن شروع کردن انشاءالله. تعمیری که پهلویش تعمیر جدید توسط یک برادر عزیز آقای غلام سرور رضایی از علودال بودن، کمک شمز کوهی صورت گرفت. بسیار با یک مجلل مکتب که ساخته شده که در چشم دید همه برادران لومان و فعلا از 80 به بعد دیگه از تحول امریکا به بعد مردم داوطلبانه در مکتب حاضر میشه. سابق بود تحمیلی بود، در هر جایی که گیر میکرد بچه را ثبت نام میکرد و بچه هم خیلی منزوی میشد، پدرش هم صاحب موریدی تحقیر بود، بچه تا در اسکول رفت تا کافر شد. امروز به الحمدلله مردم بسیار سر ذوق بالخصوص جاغوری بالخصوص لومان کنال تعداد 500 و چند نفر شاگردی چی داریم ذکور، 400 و چند نفر شاگردی تا
طبقه اوناس داره در منطقه لومان در ابتدا یک چی بود؟ ابتدایه بود. ولی به حمدالله سه لیسه، چهار لیسه، چهار لیسه، لیسه تمقول، لیسه زکور، لیسه اوناس، لیسه سنگجوی، لیسه سیماسمر قلندری. اینی تعداد شاگرد در این منطقه سه فعلا تدریسی میشه. دیگه از نظر علمی و فرهنگی به حمدالله لومان جایگاه خوب داره. دیگه از لحاظ آب و زراعت و یک جای بسیار بلندیه که مدت 27 سال میشه، غیر همین سال که کم آب خوردنی پیدا میشه. 27 سال مناطق لومان همه خشک بودن و جای خوب هم است. اگر آب باشه، دولت سرش مسلط باشه، تقریبا 1000 خانواده این زندگی نمیتونه، یک 5000 خانواده را هم زندگانی روزمره را مرفه کنه. رسولی سب قسمی که یادواشتون از تاسیس مکتب کهنه لوبان نزدیک به 14 یا 15 میل زده. بله. در مدت طولانی آیا معارف درس هایی که در این مکتب جریان داشته رو به رشد بوده یا نه رو به زوال بوده؟ تقریبا سه محترم تا 72 دیگه رو به زوال بودن. مردم هم پشتی نمیکشت چون مسئله تحمیلی بود دیگه. بله. تحمیلی نیست کس، حتی عقاید تحمیلی را مردم نمیپذیرند. بعد از او که یک دفعه مردم زوخ کسی محترم از دوره اداره مقد آقای کرزی بعد داوطلبان ها حاضر شدن. امروز به حمدالله بسیار مردم با زوخ تمام مکتبا رشد کرده تا اینجایی که امروز رسیده. آقای رسولی صاحب محترم، خب این قسمی که یادآور شدیم دیگه نزدیک از 14 یا 15 از فعالیت از مکتب زمان تیر میشه. در این مدت چهره مطرح، چهره ای که واقعا تصمیم گیر باشه در نظام کنونی افغانستان در کل در دنیا هم فارغ داشته، یک شخصیت از لومان فارغ شده؟ بله بله. از مکتب لومان دوره که لیسه شده محترم دکتر عبدالعظیم زکی، خب اینجا تحصیل گیرده؟ بله. جناب آقای اسمش کوچیکش آقای فرهنگ است تمقول، آقای شوکت علی، شوکت علی فرهنگ، دکتر محمد علی ظفری از کاریز یودول دیگه، امی بعدی ها دیگه، دکتر عبدالعظیم گفتم. متبقی زیاد هستن که فعلا به سطح لیسانس و ماستری رسیدن، مثل آقای دکتر موسی میترخیل، دکتر هاشم پایجولگه، دیگه انجینر سه حقوق دانا و اقتصاد دانا زیاد هستن. دیگه از می 1380 به بعد رشد کردن انشالله. که قبلا هم عرض کردم که دارای 600 نفر محصل فعلا لومان در کابوله. خب خب هر طبیعتا که افغانستان معمولا متاسفانه مشکلات ها زیاد هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ امنیتی، فعلا چی کمبودی ها، چی مشکلات در مکتب احساس میشه که باید نیاز است که مرفوع شود مشکلات ها؟ نظر به شرایط امروز خیلی مشکلات ها در مکتب فعلا وجود داره. از نظر میز، چوکی، کتب درسی، کتابچه و قلم، و باز در این شرایط فعلی تقریبا کمبود معلم بس زیاده، کمبودات داره و هم معلم مسلکی باید باشه زیاد داره. مکتب بالا سه محترمون سری روی بسیار کلکینای زیاد داره، اون یک نیاز به دیوال حیات داره. مکتب پایین فعلا تعمیر جدید دست بکار، هم نیاز به یک چی داره، دیوال حیات داره، میز چوکی و همه چیزش کمبوتات داره، معلم هم کمبوتات داره. خب باز مردم لطف خدا لمی مدت که دو طالبانه بوده، دو معلم، سه معلم، حتی چهار معلم را از پول شخصی خسه مردم معلم گرفته تا مکتب سری پایش شد. در جاغوری ای را مبالغتا عرض کنم، در جاغوری سه 107 باب مکتبه که 72 باب لیسه متباقیش. در این جمله سه محترم 45 باب مکتبی که در جاغوری را رئیس بگم رئیس محترم دکتر صاحب سیماسمر جور کرده، 45 باب دیگرش را مردم از پول شخصی خود جور کرده که عبارت از مکتب سنگجوی، تمقول، ها کذا. 45 چند میشه؟ 90. خیلی خوب. 11 باب مکتب از سابق مانده که فعلا یک آثارش هم اینجا
گیلی دیگه. در طول 20 سال از دوران اداره مقت تا کنون قرار معلوماتی البته محدود که ما داریم 12 باب مکتب از طرف دولت در جاغوری جور شده، متباقیش مردم جور کرده، ولی اونقدر لیسه کسته در جاغوری معلم بسش پورانیه، مردم از پول شخصی خود معلم میگره، بچه های به یک جای راسانده به هم. خواست شما از دولت و کسایی که میتونه به یک نحوه در بازسازی، در نوسازی، در ارتقای به حساب کیفیت مکتب سهم بگیره چیه؟ بهترین سرمایه نظر به جهان تکنولوژی امروز، بهترین سرمایه از اینکه ما زحمت بسیار دیدیم سرمایه گذاری علمیه. بله. البته از نظر فکر ما اگر در شرایط فعلی یک بسیار مطلقیم، بهترین سرمایه امروز در افغانستان خصوص در لومان سرمایه گذاری علمیه. بله. چون سرمایه مادی در خطره، ممکن اختطاف شود، ممکن ترور شود، اما سرمایه علمی هیچ وقت در خطر نیست. سرمایه علمی، سرمایه مادی ممکن یک وقت استفاده به حد کنه، یک تحول بیاد از بین مره، اما سرمایه علمی هیچ وقت کمبود نداره، هر قدر استفاده شود شفافتر میشه، بیشتر میشه. مادی البته مردم خود شخص سرگردانه پشت از اون که باید شب روز بوده و یک 5 یا 10 یا 20 هزار افغانی بیشتر شود سرمایه. اما سرمایه علمی خود انسان خیلی راحته، مردم پشت از اون. فرض بفرم مثلا یک کار پیدا میشه، فعلا نمی جوان ها یک اصطلاح بد بینش مشهور شده، مگه اگر بیخانی چی در افغانستان کار پیدا نمیشه. نه خیر، یک وقت است که انسان پشت کار سرگردانه، بیگرده تو کار مورید نظر خود، یا حقوق با حقوق دان، اقتصاددان و دکتر و معلم، یک وقت است که کار سرگردانه، کار سرگردانه پشتی اما نفری مورید نظر خود. مثلا ما مریض میشو، هیچ کس خبر نده، ما مجبور مکلف موتر بگیرم پشت دکتر عظیم برم. یا فرزن یک مسئله دینی و عبادی ما لازم پیدا نم، هیچ کس خبر نده، ما مجبور پیش اگه آخون یا تلفنی یا در حضور برم سوال کنم. بناهن افغانستان امروزی که زیر خط فقر مستعمره جهان به امروز از نگاه علمیه که در افغانستان باید سرمایه گذاری علمی شود تا ما با جهان دیگران رقابت بتانیم. از نگاه اقتصادی افغانستان زیر خط فقر، از نگاه علمی هم فعلا اگرچه بلندتراشی های 55-60% مردم میگه، ولی ما فکرم تازه 25% با سواد شدن و در شرایط فعلی که ما میبینیم ای 12 پاس و 14 و 16 پاس ای درد ملت را دوا ننه. کسی باشه در این ملت دکترا متخصص باشه تا دست از این ملت را بگیره، از این جهالت و خواب غفلت بیدار کنه، تا ما در مقابل امینج نزدیک در مقابل پاکستان و ایران و ژاپن ما یک مقایسه داشته باشیم. آقای رسولی، به عنوان حرف آخر، شما یک شخص هستین که خب در منطقه زندگی کردین و عمری هم شما میگذره، یک جمله کوتاه که برای جوانان و نوجوانان و تحصیل کرده ها و کسایی که در فعلا دانش آموز هستن، یک جمله که نصیحت آمیز که برشون بگویید که چی کارها رو در زندگی خود لحاظ کنند، چی کارها رو به حساب مد نظر داشته باشند که تا باعث پیشرفت خودشان و جامعهشان شوند. خب اولین عرضی بود که به درس ادامه بدیه، نه به کاغذ سنفی 12، 14 و 16. این در شرایط فعلی علمی تکنولوژی امروز این جوابگوی نیه، اگه علم باشه که جوابگوی علمی امروزی باشه. و دو، من یک مثال آخوندیه و دویمی دیگر تاریخیه دیگه، چون ما تجربه کردم. هر موفقیت، هر کار یک رمز داره، چی از نظر اقتصادی، چی از نظر سیاسی، چی از نظر علمی، رمزش پیدا کنه میشه رئیس جمهور، وزیر، وکیل و فلان.
از نظر سیاسی البته، از نظر عبادی فرض بفرما که رمزش پیدا میشه ابازر، سلمان، مقداد و آنچه برای انسان خیلی مهمه در دنیا حفظ مقامه که بیتونه این مقام را انسان برای خود یک چهار روز حفظ کنه. مقامی که حفظ نشد مثل یک مواد یک بار مصرف کردن، به این اصطلاح عرض کنم یک بار مصرف. اگر والی میشه انسان، اگر دکتر میشه، اگر معلم میشه، اگر وزیر میشه، باید همو مقام را حفظ کنه. خو یک تاریخچه بزرگ داشت، خو فعلا فکر نکنم که وقتی جواب کنه خدمت شما عرض کنم. زنده باشین آقای رسولی صاحب، ممنون از اینکه وقت گذاشتین و در این مصاحبه شرکت کردیم. تشکر شما، زنده باشین. تشکر شما هم یک جهان از بیننده های محترم متنان عزیز افغانستان. چون عمر ما در 71 بگر رسیده، از بدترین فقر، فقر بیسوادی یک چیزی واقعا هست، بدترین فقر، فقر بیسوادی. وقتی که ما سواد داشتیم به هر چیز دسترسی داریم، بسوادی. ولی بار بار در هر جایی که هستم به این جوانان توصیه نم که برادر جان درس بخوانید، درس بخوانید که شما مثل ژاپن، امریکا یک دفعه برین در فضا، تصمیم گیری نباشین در معادلات بین المللی در دنیا بنه، برین در فضا، در سیاست جهانی اشتراک داشته باشین، در چوکات ناتو شامل باشین. یعنی ارزای این بلده نسل جوان است. خب بازم ممنون آقای رسولی صاحب، تشکر شما که با حرفای بسیار متین و سازنده خود دیگه یک رنگ و بوی بهتری برای مصاحبه داشتید. تشکر شما، از شما هم جان تشکر.